زندگی ها مثل گذشته نمانده. قدیم یک نفر که میخواست ازدواج کنه، مثلا پدر تصمیم میگرفت که برای بچه خودش خانم بیاره و یک همسری برای بچه خودش بگیره، با خواستگاری یک نفر میرفتن و باز او اگر قبول میکرد ممکن که دختر بچه دم دیگر را نمیدیدند و بعد ازدواج میکردن. اتفاقا زندگی خیلی خوبی هم داشتن، 50 سال 60 سال کنار هم زندگی هم میکردن. اما الان متفاوت شده، یعنی دختر و بچه بسیار ممکن رابطه تنگ و تنگ داشته باشن، در مکتب، در سرک، در دانشگاه، در همه جا هم دیگر ببینن و باز یک دختر یک بچه هم دیگر دیدن، باز هم دیگر پسند کنن و اینو تصمیم به ازدواج میگن. باز پدر مادر خود خبر میکنن که من میخوایم که ازدواج کنم و ازدواج هم میکنن. من میخوام این را از شما پرسان کنم که با توجه به این شرایط، به نظر از شما به عنوان یک کسی که روانشناس تربیتی خواندید و در زمینه دکترا دارید، کدام رقم از ازدواج ها میتونه ازدواج بهتری باشه؟ ازدواج به شیوه سنتی که پدرها و مادرای از ما این رقم ازدواج کردن، و یا ازدواج به شیوه جدید که حالا بر اثر اقتضائات زمانه ما ممکن که کار جان بدیم؟ بالاخره اتفاق است که افتاده، کدام یک بهتر است؟ بله بله، اشاره بسیار بسیار مناسبی بود. اگر که بخوام من به عبارتی یک جواب صریح به این قضیه بدیم و بعد بپردازیم و رو توضیح بدیم که منظور بایست، ما با اصول سنتی ازدواج کنیم ولی به شکل مدرن، یعنی ریشه ها، ارزش ها، باورها و به عبارتی بنیانهای اساسی زندگی مشترک به مرور زمان تغییر نمی کنند. ببینید، اگر ازدواج برای ایجاد آرامش است، آرامش یک مفهومی است که در قرنها تغییر نکرده. ممکن است که لوازم و ابزار زندگی و آسایش ها، امکانات رفاهی ما تغییر کرده، ولی احساس رسیدن به آرامش، حس رسیدن به آرامش و لذت عمیق همچنان همانی است که از مثلا چند صد سال پیش بوده. لذا اصول اساسی که بر مبنای اون اصول زندگی مشترک شکل میگیره هیچ تغییری نمیکنه. بنابراین اگر خانم بیان، نکته مهمش است که بسیار از سنت های ما واقعا مبنای عقلانی، دلیل منطقی و قانونی نداشتن. اگر اصل بنیان ازدواج بر مبنای سنت‌های اصیل، بر مبنای سنت‌های واقعاً شایسته دینی و فرهنگی و بومی باشه، هیچ ایرادی نداره. ولی برای انتخاب شیوه ورود، روش انجام، خب طبیعی است که وقتی شرایط، وقتی امکانات تغییر میکنه، آیا امکان داره که بگیم که خب قدیما به دلیل این که مثلا هم فرض بگیرید همونطور که شما اشاره کردید ایجاب و قبول اتفاق میافتاد، پدر دختر از طرف دختر قبول میکرد، پدر بچه از طرف بچه قبول میکرد، میرفتن تا شب عنوبندنی که فردا شب شب عروسی است، این دو نفر هیچ هم دیگر نمیدیدن. خب آیا این در حالت حاضر، در حال حاضر امکان پذیره؟ اصلا امکان پذیر هم نیست خانم بیانی. چرا؟ چون در گذشته ها ممکن بود یک دختر ماها از خانه نبرد. بله، امکان پذیر حداقل هفته یک بار که مثلا ببخشید برای خرید مثلا یک چیزی، یا مثلا ممکنه که من اگر حتی بالفرض به قول شما گیریم که حتی از خانه بیرون نیه، آیا تلویزیونی، آیا گوشی، آیا ماهواره‌ای نیست که از طریق او دنیای دیگری رو تصور بکنه و او دنیا در ذهن او ترسیم بشه و تمایل به این داشته باشه که شبیه او دنیا زندگی کنه؟ این تصور برای امروز کاملا اشتباس. پس اصول ما بر مبنای سنت ها، یعنی ازدواجی که مبانی و اصول او سنتی است، البته او سنت هایی که حسن هستن، او سنت هایی که منطقی هستن، او سنت هایی که مستدلند یا به اصطلاح به اصول اساسی دینی یا به مثلا به مبانی مذهبی ما بر اساس او اصول، ولی روش ها و شیوه هایی که می خواهیم تحقق بدیم این پیوند مقدس رو طبیعتا باید مدرن باشه.